مردم افغانستان پیرو مذهب حنفی هستند. وزیر تحصیلات عالی طالبان ادعا کرد که در افغانستان مذاهب وجود ندارد و تمام مردم پیرو مذهب حنفی هستند. ندا محمد ندیم افزود که علت کامیابی افغانستانی ها در این است که در افغانستان تنها یک مذهب وجود دارد و آن مذهب امام ابو حنیفه است. وزیر تحصیلات عالی گروه طالبان این اظهارات را در دانشگاه سید جمال الدین در کنر بیان کرد. ندیم همچنین احزاب و گروه ها را عامل بدبختی افغانستان خوانده است. این مقام طالبان در حال ادعای تک مذهبی بودن افغانستان را می کند که بخش قابل ملاحظه ای از شهروندان این کشور را پیروان مذهب تشیع تشکیل می دهند. روحانیون و شماری از پیروان اهل تشیع در افغانستان طالبان را در دو سال گذشته بارها به نقض حقوق خود متهم کردند. گروه طالبان سیاست ها و عملکرد خود را بر اساس تفسیر خاص خود از مذهب حنفی تنظیم می کنند و در برخی مناسبت های مذهبی شیعیان محدودیت های زیادی وضع کردند. گزارش دبیرکل سازمان ملل به شورای امنیت: مخالفان طالبان فعالتر شدند. در گزارش به این سازمان در مورد وضعیت افغانستان و پیامدهای آن به صلح و امنیت جهانی گفته است که نشست‌های مخالفان رژیم طالبان را در مسائل داخلی و خارجی با چالش روبرو کرده است. وی دیروز شنبه هنگام ارائه این گزارش با اشاره به نشست‌های مخالفان طالبان در مسکو، ویانا و شهر دوشنبه گفته که مخالفان این گروه در تبعید نسبت به گذشته فعال‌تر شدند. در این گزارش آمده است که درخواست‌های تشکیل دولت همه‌شمول در افغانستان توسط طالبان نادیده گرفته شده است. گوترش جبهه آزادی را فعال‌ترین جبهه نظامی در این مدت عنوان کرده است و گفته است که جبهه مقاومت ملی در جریان سال گذشته هیچ حمله‌ای در پنجشیر انجام نداده است. از هر سه کودک افغانستانی یکی از آنها در آغاز سال 2024 با گرسنگی روبرو است. سازمان بین‌المللی حفاظت از کودکان هشدار داده است که به علت بحران غذایی در آغاز سال 2024 از هر سه کودک یکی از آنها از گرسنگی رنج می‌برد. به گفته این نهاد تقریباً 8 میلیون کودک در افغانستان در سال جدید میلادی با سطحی از بحران گرسنگی مواجه خواهند شد، زیرا شرایط یخبندان جامعه‌ای را که قبلاً گرفتار خوشسالی، زلزله و مشکلات اقتصادی بودند بیش از پیش تهدید می‌کند. تخمین زده شده است که 15.8 میلیون نفر، بیش از یک سوم جمعیت افغانستان، تا قبل از مارچ 2024 دچار ناامنی غذایی حاد شوند که به گفته نهاد حفاظت از کودکان نیمی از آنها، حدود 8 میلیون کودک، هستند. سازمان‌های بین‌المللی به طور مکرر هشدار می‌دهند که بدون تزریق فوری بودجه در زمستان میلیون‌ها افغانستانی احتمالاً گرسنه خواهند ماند. و واگذاری قدرت به طالبان بسیاری از سازمان‌های امدادرسان به دلایلی از جمله منع کار زنان توسط این گروه، کمک‌های سنتی خود را به افغانستان حتی یا به طور چشمگیری کاهش دادند.